عشق اول. اون تابستون 13 سالم شده بود. اون تابستون آخرین تابستون کودکیم به حساب میومد. سه تا نون بده داداش. سلام بهاری. سلام عزیزم. مراقب خودت باش. من رفتم. ببین داره دنباله اون میاد. اینم از نون. یواش یواش. پخش دوبله فارسی از موبیکس میدیا تیوی. چی کار داری میکنی؟ آخه 60 سالت شده پسر، هنوز بلد نیستی درست اصل و سر شیر رو بمالی روی نون؟ بی خیال بابا، من و تو همسن نیستیم، اینا برات ضرر داره. حرف گوش نکنی حالت بد میشه، دیگه نمیتونی نفس بکشی. بس اینقدر به پدرت بی‌احترامی نکن، تو هم تمومش کن. من اون نیست داری میخندی یا مثل خر عرر میکنی؟ بفرمایید بابا بزرگ، از این بخور. توصیه دکتره، پنیر بز بده. دکتر غلط کرده با تو، خودت درده بخور. بابا هر روز 90 دارن میان، اینقدر بد و بیرا نگو. بفرمایید بابا. ممنون عروس گلا. صبح بخیر. صبح بخیر. بشین دیگه پسرم، این چه طرز صابونه خوردن؟ بابا خیلی دیرم شده، باید همین الان برم. ببین چی میگم، این بچه تو نیست، چون اصلا به تو نرفته، مثل تو غرغر نمیکنه. هی عروس، این بچه رو از کجا آوردی ها؟ همین مونده بود مردونگی منو زیر سوال ببرین. بابا تو حد و مرز حالیت نمیشه، نباید جلوی بچه این حرفا رو بزنی. حالا میخوای به من حد و مرزت بدی بچه جون؟ چرا اینقدر زرت و پرت میکنه ها؟ خودت هم بچه من نیستی. من دیگه باید برم، جلسه دارم، خیلی هم دیرم شده. پسر رو من میرسونمش. باشه. راستی این انگلیسی ها چند روز دیگه میرسن روستا، باید همه چیزو مرتب کنیم، نمیتونیم با این وضعیت ازشون استقبال کنیم. مامان من دارم میرم. بابا بزرگ تا دو ساعت دیگه کارنامه ها رو میدن، دو چرخ دنده ای ردیف میکنی دیگه. آره حالا بذار کارنامه تو ببینم، هر چقدر نمراتت بهتر باشن تعداد دنده ها بیشتر میشن. خیلی خب، بیا. زود باش دیگه رابیو، درم ببند. اینقدر گریه نکن، به خاطر دوتا نمره که بابا دعوت نمی کنه. بابامو نمیشناسی، گیر داده بود، باید تقدیر نامه بگیری. ببین چه گندی زده. حالا خودتو ناراحت نکن. اگه نمیای میخوایم فوتبال بازی کنی. من کار دارم. معلوم نیست چی کار داره. سلام بهار. سلام میگی. چیزه تو امسال تابستون اینجایی مگه نه؟ آره تو چطور؟ منم همینطور. پدر مادرم میگن بریم ازمیر، اما من نمیخوام برم. اونجا برم چی کار کنم؟ دوستام اینجا، تو اینجایی. پس تو ساحل زیاد همدیگر رو میبینی؟ آره حتما همدیگر رو میبینی. تو ساحل پیره مردای خیره فقی کارخونه چی داره که سرش انقدر نفنون میکنی تا؟ بفرما همش پوسیده رفته. نگاه نگاه نگاه، هیچی ازش باقی نمونده. تو رو خدا نگاه کن، یه روز دینامیت میزنم میفرستمش رو هوا. بیا اینجا ببینم، چهار تا کوزه رو هنوز بار نزدی؟ خب کارمون تموم شده بابا. مرده که بی شرف، اینجا دوست کسافت. میدونستم داری این کوزه ها رو میدزدی، ولی نمیتونستم گیرت بندازم. ولی الان افتادی تو تله عوضی. این چرت میزنی بابا بزرگ، من دیدم اینا رو دزدیدن، اومده بودم بشمارمشون. آخرین دار میخواستی بشمارشون؟ مرده که خالی من خجالت نمیکشه، دروغ میگه. بابا اینچه ببینم چه روی کار گرم گرفتی ها؟ حتما اون کلیدارم دوست دیاره؟ فرار نکن، بیا اینجا ببینم. ناب کن بابا، یه بلایی سر خودت میاری. اون هم طوله خودتی، همه زونه اینه همین. میخوایی منو بکشی راحت چی؟ بایسته ببینم، بایسته کوزه های منو میدستی ها؟ بیا اینجا، میخوام به حسابت برسم.
حسمی بهت گفته بودم انشالله‌تان انشالله‌تان. ولی تو که به حرف من گوش نمیدی مردی که خر. اگه پسرم آصف اینجا بوده درس درست حسابی بهتون میدادی، آشغال فرستادی انگلیس آدم بشه، یه خروار پول خرجش کردی، حالا نه دیپلم داره نه کار کاسبی، پدر و پسر به درد لای جرز دیوار میخوره. ساکت شو دیگه، آبرومونو بردی جلو در همسایه. من آبروتونو بردم؟ مگه شما آبرو حیثیتم دارید؟ کارخونه به بزرگی رو ویرون کردید، آبروی خانواده آره دیگه. اصلا حق نمی دارید میخواد بخواد. چایی بدم. چایی بدم. آره، بازی کنه چهارم نیاز دارید. فرار کن ببینم تا کجا میخوای فرار کنی مرده که به درد نخور. عارف خان هست نخور سکته میکنی بیا بیا. تو نگران خودت باش مرده که خرفت. بابا چه خبر شده؟ بابا بزرگ چرا داده میدادی؟ من چه میدونم؟ حتما باز از دست یه کسی هست. ای بابا پس کارنامه همو بعدم بشنشم. اه کارنامه بده ببینم. چیز جدیدی نیست، تقدیرنامه هم گرفتم. آفرین قهرمان. بگیرش بابا. میخوام برم سره کن. آفرین بابا آفرین. میشه با داداش راستم صحبت کنی برم برم ساحل کمکش کنم؟ وای 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 چه فکر خوبی کردی زرنگ خان. کاش دفتر منم توی ساحل بود با هم دیگه کار میکردیم. مگه نه بابا؟ یعنی اشکالی نداره؟ خیلی خوب باشه، من با راستم حرف میزنم. خب عمو جان یادت میگفتی عارف اغلو دیگه سر راه من سبز نمیشه، ولی ببین مثل سلطان اومده نشسته جلو. یه دست بهت بدم که تا عمر داری نفهمی از کجا خوردی. وای خدا اونجا رو ببین، چی میشد من 5 سال جوانتر میبودم. انگار یادمون رفته 5 سال پیش چه حال و روزی داشت. اون موقع هم آرتیست بود، الان هم آرتیسته. تو چی میگی واسه خودت زپرتی؟ عارف معطل نکن دیگه، بنداز یالا. بنداز دیگه پیریه. این انگار مردش. وای نه وای نه خرده در چشم کرونی میکرد. ای بابا اینم که مرد. سر دوستان سلامت. خدا بیا مرده. آخر تو سرش اینو بگیر، از سر تا پاش بریز باشه. آفرین. دیگه بازیکن چهارمی برامون باقی نمونده؟ نه نمونده، باید از جوانترها جذب نیرو را شروع کنیم. منو ببین زیام، یک ساعت دیگه باید بزنی، وصیت کرده، زود تمومش نمی کنی. ایگی بابا بزرگت همیشه چی میگفت یادت رفته؟ نمیگفت سر خاک من گریه نکنید؟ بیا عزیزم بیا بیا با هم دیگه بریم. بیا سرت سلامت عزمی. سلام همون سلامت. حالم خیلی بده نوید، میبینی این دنیا رو؟ یه دقیقه هستیم یه دقیقه نیست، معلوم نیست فردا صبح میبینیم یا نه. آدم وقتی کسی رو از دست میده تازه قدرش رو میدونه. درست میگی عزمی، تو این دنیای فانی وقتی عزیزات کنارت هم باید قدرش رو بدونی، بعدش گریه کردن دیگه فایده ای نداره. ما بزرگتر با همون میایره آره میام عزیزم. سلامت باشه. حالا کارخونه چطور میشه بچه انگلیسی؟ همه چیز زیر رو میشه یاره؟ یه تصمیمی میگیرم دیگه. بی خود به دلت صابون ندن داداش عزمی، عمرن اونجا رو بده به تو. یه فکرایی توی سرم هست، جلوی جریان رودخونه رو هیچکی نمیتونه بگیره. جانم بابا کجا رفتی بابا؟ افتخار عارف اغلو. ای وای بابا جانم چرا رفتی؟ بابای خوبم آخه چرا رفتی؟ الحمدلله. فاتحه بفرستیم لطفا. کاری خوبی خدا که
خدایا من چیکار کنم؟ تو زده به سرت؟ آبرو اونو بردی را بیافت ببینم مهمت خان این چه کاری آخه؟ والا زشته بلا زشته اینجا خونه مرحومه آخه بابا داریم عزاداری میکنیم براش دیگه خودش کن را بیافت ببینم ای خاله تو رو خدا بیخیال شو رفیق 60 سالش از دست داده بزن اونطوری که دوست داره عزاداری کنه بریم خونه بهش میگم عزاداری یعنی چی رو خجالت نکشیدی پیرمرد 85 ساله رو مجبور کردی از این آتشخالا بخوره ها فکر کنم دیر رسیدم آصف خدایا خودت بهم صبر بده این دیگه از کجا در اومد باورت میشه خدایا ما رو از شر مردگان و زندگان نجات بده یکی میره یکی میاد بابا بابا داداش عزمی بابا 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 آیسل بودو برو کلا نیا رو بیار بابا بابا خدایا خودت به عقلمون مسلط شو الان یه عمو آصفه به خدا خودشه مگه ناز نی؟ امو جان خدایا شکر بذار دستتو ببسم خوش اومدی امو جان خوش بشی تو کمال هستی بله امو بفرمایی بشینین بیا امو جان بابا بزرگم فوت کرده خیلی زود از دستش دادی نوین من خواستم بذار اول دست و صورتم رو بشورم البته همه جان آیسل کمال منو ببر طبقه بالا حالم خوب نیست باشه بیبریم بابا جان اینا بگو برن مسخره بازی دیگه بسه لعنت به اول آخرت مرد رابیوف ببینم زود باش مامان بزرگ وایستا کجا میری مامان بزرگ مگه قرار نبود بمونی پس چی شد باید برم اگه جون اون همون عمو آصفه که بابا بزرگ همیشه ازش حرف میزن آره داداش بابا بزرگته هم که تو ارتش بود مگه اون نمارده بود اون نونو بده کمال اونا کجا؟ سلام ماما چیا کجا؟ عزمی و آصف طبقه بالا عزمی آصف بیاین بیرون شما چه جور آدمایی هستین آخه چرا به من دروغ گفتی چطوری 40 سال این دروغ رو ادامه دادی؟ هیچ جوابی براش نداری؟ چی شده مامان بزرگ؟ هیچی عزیزم تو برو بخواب
من 40 سال برای کی گریه کردم؟ برای کی؟ وقت نمیبینمش. آره حق با تو، اما با گذشت زمان همونطور که به بودنش عادت کردی به نتونستن شما دست میکنی. لحظات خوبی که باش گذروندی رو بیاز میاری، با خودت میگی چه خوب شد با این آدم آشنا شدم. همیشه با لبخند بیاز میاریش، همیشه خاطرات خوب تو ذهن آدم میمونن. میدونی در مورد پدر بزرگت هم همینطوره، میگی چه خوب شد که شناختمش، به لبخندش فکر میکنی و به نبودنش هم عادت میکنی. از حالا دلم براش تنگ شد. آصف کجا؟ صابونه نمیخوره؟ نمیدونم، تو اتاقش نبود، حتما صبح زود رفته. تا چنده؟ تا حالا خواب تشریف داشتین؟ من با این سنم زود بیدار میشم، اما شازه این خیالش هم نیست، کار زندگی نداره دیگه. بشتید. دارم میرم دیگه، میخوام برم دفتر. اونجا چی کار داری؟ نکنه میخوای کوزه ها رو اونجا آب کنی آقای تاجر؟ هیچ میدونی این شوهر دروغگو حق بازه داشت چه غلطی میکرد؟ حوزه های قدیمی کارخونه رو میدازید و مفت میفروخت. بی خیال دیگه بابا. خجالت نمیکشی؟ حداقل از زنت خجالت بکش. این تا کی میخواد اینجا بمونه؟ کی میخوای باشه؟ آصف دیگه، عموی قهرمانت، همونی که تا دیدیش پریدی دستشو ماچ کردی. من چه میدونم، چیزی نگفتم. دیروز چیا گفتی؟ هیچی، اما حرفای معمولی. به خاطر اون کارای ارث و میراث هم به هم ریخت. تا دیر نشده باید تعیین تکلیف کنیم، بشینیم و حرف بزنیم دیگه، تصمیمی بگیریم. انگلیسی این هفته با کلی برنامه و پروژه میان اینجا. دیروز روز اول، امروز روز دوم. مگه تو مرده خوری مردی که بیتر بیاد؟ انگلیسی ها میخوان بیان، ول کنین انگلیسی ها رو. ای بابا منو ببین دیگه، نبینم دستت به کوزه خورده باشه، وگرنه یه بلایی سرت میارم که خودت کیف کنی. اونا یادگاری پدر من، شنیدی یا نه چلقوز؟ دخترم ببخشی، تو رو هم گرفتیم برای این احمق بدبختت کردیم. این بدبختی در برابر پدری که تو از بقیه در میاری هیچه. موقع کارنامه گرفتم به تو هم قول دوچرخه میداد. آره؟ یعنی دروغکی بهم گفت برام دوچرخه دنده‌ای میخره؟ نه، نمیشه گفت دروغ بوده. یه بار برای من پدر بزرگت یه دوچرخه شریکی خرید، تازه دبیرستان رو شروع کرده بود. خیلی شر بودی، اگه به هوایی دوچرخه نبود درسامونم نمیخوندیم. راستش منم کم کم داشتم ناامید میشدم، میخواستم برم سر کار با دستمزد خودم بخرم. وای وای، میبینم که سرخیزم هستی. صبح بخیر داداش راستم. سلام، من راستم. صبح بخیر راستم، چطوری؟ خوبم، شما چطوری؟ خوبم، خیلی خوب. روز خوبی داشته باشید، با اجازتون من میرم. خداحافظم. روز خوش. خیلی خوب اگه خان، حالا که مدرسه ها تعطیل شده اینجا حسابی شلوغ میشه، ببینم از پسش برمیاد. آره برمیاد. منم مطمئنم، فقط گفته باشم وقت برای بازی گوشی نداریم. سلام پسر انگلیسی. ها سلام، حالتون چطوره؟ خوبی؟ کجا وای عجله؟ لباس شنای پسرم کهنه شده، نمراتش هم که عالی شده، فکر کردم به عنوان جایزه واسه مایه جدیدی چیزی بخرم دیگه. خوبه؟ روز خوبی داشته باشید. تو هم همینجور پسر انگلیسی. کمال جون. خوش اومدی داداش کمال. بفرمایید چی لازم داشتی؟ نازده جون، فیش صندوق تموم شده، قرار بود بری بخری، حالا نمیتونی با آقا کمال رسید بدیم. زود باش برو بگیر. باشه همین الان میرم.
حالا که داری میری نهارتم بخور. باشه، پس تا یه ساعت دیگه برمیگردم. عشقم، ملکشگه من، این روز زیاد حواسم بهت نبود. میدونی دیگه مرگ بابا بزرگ حالمونو به هم چیره گرفته. چقدر دروغگویی، قبلا هر روز میرفتی میومدی، الان هر وقت دلت بخواد میای. خوب حالا دیگه بابا بزرگم نیست، تمام مال اموال به من میرسه. خیلی زود به هرچی دلمون بخواد میرسیم. کاری میکنم مثل ملکه الیزابت زندگی کنیم. نکن کمال، یکی میبینه. فکر میکنی برای مهمه؟ نه کمال، بس کن. این سب کن نقطه. بیا امشب هم دیگر رو میبینیم. باشه. این برای تو. اما من که چیزی نخواستم. از طرف من ممنونم. میگم تو اینجا کار میکنی؟ به داداش راستم کمک میکنم همینجا ها، مگه چیزی خواستی صدام کن. ممنونه گیه، دست درد نکنه. حسنی، آهای، حسیه بیشرف، بیا اینجا ببینم. باشه، فرار کن، فکر کردی نمیتونم توی یه وجب جا پیدات کنم، مرتی که این نفع. بدش من. خسته شدی پسر؟ دوتا نوشابه لطفا. همین الان. بگی ای پسر، حواست کجاست؟ دوتا نوشابه خواستن. برای کی؟ برای خانم. عزمی، داداش آصف، زود باشین بیاد پایین. هیچ کدومشون نیستن داداش نشمی. آش سر را سوارشون میکنیم. متین پاس بده به فیاض. آصف، آصف بپر بالا، میخواییم به مناسبت برگشت جشن بگیریم داداش، سوار شو. ما این آجانه کجا میرید؟ خب شما برید، من میام پیداتون میکنم. گره اینقدر ناز میکنی، بپر بالا بریم دیگه. بیا بینم. بیا بالا آصف، از این فرصت تو زندگی کم پیدا میشه. عزمی، سوار شو، میخواییم به این جشن. چه جشنی؟ شما انگار دنبال هیجانی. بیا بریم منقل را بندازیم به افتخار بازگشت آصف. بیا بریم. باشه، منم میام. شب تو کافه میبینمت. میبینمت؟ میبینمت، فعلا. خیلی دیر شده. اگه میبینمت. میبینمت بهار. های ساوز دیرم سوار کنیم، بپر بالا. بیا قراره بریم جشن بگیریم. بیا بالا، بدترین پاس چیه دنیا؟ بیا بالا ببینم. سلام مامان بزار. خوش اومدی عزیزم. چطوری مامان بزار؟ خوبم عزیزم. این چه وضعشه؟ خیس عرق شدی، چرا اینقدر عجله کردی پسرم؟ امشب میرم کلوب مامان بزار. وا، این از کجا اومد؟ با یه نفر دوست شدم. بگو ببینم این دوستت کیه؟ بهار، تو مدرسه‌مونه.
نگاش کن تو رو خدا. حالا این بهار خوشگله؟ خیلی خوشگله. من عروس زشت نمیخوام بهت بگم. نه مامان بزرگ اونطوری نیست. شاید یه روز بهت معرفیش کنم. حالا فعلا وقت. آره حتما معرفیش کن، چون به این راحتی ها نبامو نمیدم به دختر مردم، باید طرفو ببینم. مامان بزرگ من هنوز به مامان بابام چیز نگفتم. باشه بین خودمون میمونه. لعنتی چی کار کردی؟ به خاطر چی به آصف خبر دادی ها؟ من 40 سال این رازو نگه داشتم، اما عارف که فوت کرد تلگراف زدم، وجدانم بهم اجازه نداد. لعنت به اون وجدانت. فکر می‌کنی میتونی تو کارهای مردم دخالت کنی؟ مگه کسی به کار تو کاری داره؟ چه خبر شده از میشه؟ چیزی نیست، حواست به رانندگیت باشه. هنوز یاد نگرفتی اینطوری مایی میپزن آخه؟ آب شده، چیزی از اره مایی نمونده. آخه تو از ماهی چی میدونی؟ من بابام ماهی فروش بود. تو اگه از ماهی سر در میآوردی بقال نمیشدی که. زود باش زیا. خیلی خوب. بیا این لیوانا رو پر. دل و جرأتی داشت. اگه چند ساله مونی؟ برای دیدن دو تا فوک از اینجا تا اون بره جزیره رو شنا کردی. تو اصرار داشتی. همش میگفتی شنا کنیم، شنا کنیم. محکم به هم دیگه چسبیده بودی. میلرزیدی. محکم به هم دیگه چسبیده بودی، میلرزیدی. پدرم عارف اغلوی بزرگ اون روز کل روستا رو دنبال ما گشته بود. اون کتکی که اون روز خوردم و هیچ وقت فراموش نمی کنم. ای روزگار، گیر شدیم رفت داداش، عروسدار و نوه‌دار شدیم. آبا سرازیر شدن آسه، آبای شفاف، آبای کده. اصلا بیا اینا رو فراموش کنیم، بیا باز همون داداشای تو جزیره باشیم، بیا از همون جایی که رها کردون دوباره شروع کنیم. چه سوری حالا که مثل روح دورو براتون فرسه میذارم. خب اینجا مستقر شدی که یه خانواده بزرگ میشیم و تو امارات زندگی میکنیم. من هیچ خانواده ای ندارم. منظورت چیه این همه سال؟ نشد دیگه، دنبال جواب سوالای توی ذهنم بودم، به خاطر همین نتونستم خانواده تشکیل بدم. جوابایی که دنبالش هستی اینجا پیدا نمی کنی، بی خودی اومدی آصف. اگه از تو جواب می خواستم سالها پیش می اومدم سر وقت زد. جوون آزود باشیم، بیاین سر میز شام، همه به جز نجمی. واسه چی؟ تو بیشتر از سهمت خوردی. بابا تو صدا کن. بابا میز آماده است، منتظر تو این. شما شروع کنید، من نمیخورم. نمیخوره ماما. مادر بزرگ چطور بود؟ خوب بود مثل همیشه. شیر پسر، روزت چطور گذشت؟ اون راسم وحشی که زیاد ازت کار نکشید. کل روز دویدم اما خیلی عالی بود. مامان یه ذرم خسته نشدم. البته که خسته نمیشی. تو بسری کی هستی ها؟ تو هم مثل بابات یه تاجر بزرگ میشی. یه تاجر بزرگ. حالا اولین دستمزدتو که بگیری میفهمی کار کردن چه لذتی داره. بذار بابات کارا رو ردیف کنه، یه قایق خوشگل واسهت میخرم میندازمش توی دریا، واسه خودت جولون بده. منم و پسرم کل دریای اژه رو میگردم، کل دریا رو. دوست سر خودمی، قربونت برم. من کجا میری کمال؟ امشب یه جلسه دارم، شام کاریه، دارم میرم اونجا. ممکنه طول بکشه، شما منتظرم نمانید. مامان منم میتونم برم کلوب؟ ای پسر ولگرده من، حالا دیگه تو کلوپا میپله کیاره؟ کمال بیا بگیرش. من دیگه رفتم. میتونی بری پسرم، ولی دیر نکن. آی بایسته ببینم کجا؟ کجا بیری ها؟ زیر سن قانونی نمیتونی بری. اما هم کلاسی هم همین چند دقیقه پیش رفتن تو. اونا دیگه بزرگ شدن، تو کوچولو موندی. حالا برگرد خونه، حسابی شیر بخور که قدت بلند شه بتونی بیای بری داخل. باشه؟ حالا برو خونه، برو. برو. برو.
چرا اینقدر نزدیک من پارک کردی؟ بکش کناری ابو قرازه رو. به چه داره میگی ابو قرازه؟ این عروسک مال منه. اصل اصل تو حواست به ابو قرازه خودت باشه. خودت باش بکش کناری. بکش سویچو بده من رانندگی میکنم. باور کن جز خودت سویچو به هیچ کی نمیدادم. مراقبش باش. بیا کنار من برونم. تو عرضه رانندگی کردن نداری. درست حرف بزن. نمیخوام درست حرف بزنم. سیر شدی؟ از جونم هم سیر نشدم. عزمی الان به کشتنمو میدی. دهنتو ببند ترسو. زیاد ساز بزن حال کنی. این داره چیکار میکنه؟ همیشه دنبال رقابت کردنه. حالا یه بلایی سر خودش میاره. ای وای نکن. عزمی یواش. اینقدر تو میرم که هیچکی به گرد پام نمیرسه. عزمی حالا راممو نمیدی. خیلی خواب بلم کن. خودم میرم دیگه. دست منو نمیخواد بگیری. آوردمش مامان. گفت بابا بزرگت هیچیش نمیشه. اما رازیش کردم آوردم. سیشتی؟ من دیرم شده مامان. بعدم میبینمت. خدافظ مامان بزرگ. خدافظ بزرگ. خوش اومدی مامان. خوش باشی آیسل. حالش چطوره؟ مثل بچه ها. خدایا چرا عذاب من تمومی نداره؟ عزمی خجالت نمیکشی نه؟ به خاطر دوتا خراش اینقدر خودتو لوس میکنی؟ ها؟ بچه هرم بازیچه خودت میکنی؟ کمال یه وقت به دکتر زنگ نزنی یا پسرم بی خودی پانشه تا اینجا بیاد. فقط چون نوام ازم خواست اومدم عزمی. در جریان باش. هرچی میخوای بگی و الان بگو. چی میتونم بگم نبیم؟ ماشین جاده منحرف شد. من به خونریزی داخلی مشکوکم. توبه استغفرالله. میدونم عزمی. اومدنی نجمی رو دیدم. همه چی برام تعریف کرد. لای درگیر کرده بودی. آصف کشیدت بیرون اینجوری گفت. از خودش در آورده. من داشتم خودم رو میکشیدم بیرون. کمال برو برام آب بیار. ببین نزدیک بود من بمیرم. حتی اون موقع فقط به تو فکر میکردم. عزمی تو رو خدا با این مزخرفات منو دیوونه نکنا. منو ببین. اینو بکن تو سرت. تنها چیز مشترک بین ما نوامونه. بلا دور باشه. Thank you.
کمال! کمال! خستم کردی بابا. بدایید، بدایید. کلی حرف برای گفتن داری. بابا اینم از آب. بس کن دیگه، کی از تو آب خواست؟ روی مسکن بخار. سر را مادرت هم برسون. بدو. نگار با بچه داره حرف میزنه پیرمرد. کجا میری امو؟ میرم پیش داداشتا بود. بیا من میرسونم. پخش دوبله فارسی از موبیکس میدیا تیوی. ماما بیا من میرسونم اتخونه. بابا واقعا غیر قابل تحمل شده ماما. وقتی تو بودی این فرشته بوده، الان خیلی بدتر شده. با این وضعیت از بابا بزرگم بدتر میشه. این همه سال من باهاش سر و کله زدم، حالا نوبت توئه. آخه اصلا حرف گوش نمیده. عین بچه‌ها میمونه. آدم از عروس و نوش خجالت میکشه. به خدا دیگه ذله شدم. نه آرامش دارم نه چیز دیگه‌ای. اما امروز یه سر بریم کارخونه، میخوام یه نگاهی بندازی. خیلی خوب، میره یه سر میزنی. من دو دقیقه دیگه میام. فکر میکنی این 40 سال خیلی بهم خوش گذشته؟ فکر میکنی با زندگی یه تبعیدی فرقی داشت؟ هر جای دنیا که میرفتم بازم فکر و ذکرم اینجا بود. پس چرا برنگشتی؟ چرا ترجیح دادی نقشه یه مرده رو بازی کنی؟ حتما اینطوری راحت تر بود. از کجا میدونی برنگشتم؟ برگشتم. دیدم کنار عزمی هستی و یه بچه یه کوچی تو بغلته. چی کار باید بکردم؟ باید پاپم و بدبختی توی این روستا زندگی میکردم؟ حالا منو مقصر میدونی؟ حتی پدر مادر سالها فکر میکردن تو مردی؟ هنوز ازدواج نکرده منو تو این روستا یه زن بیوه میشناختن. اون موقع کجا بودی آصف؟ به محض اینکه شنیدی مردم باید با داداشم ازدواج میکردی؟ همش تقصیر بابامه. اون زندگی همه رو جهنم کرده. مغازه دارم از دستش خسته شدم. کوچولو، اینقدر این ور اون ور نگاه نکن. دو تا لیموناد و سه تا نوشابه بیار. ببخشی؟ دو تا لیموناد و سه تا نوشابه. گوشات نمیشنوه؟ بهار، تو چیزی نمیخوای؟ منم یه نوشابه. داداشون، سفارشمونو دادیم دیگه. بادو ببینم. نه لیموناد داریم نه نوشابه. اول یاد بگی مثل بچه آدم حرف بزنی. چی شده؟ نکنه شاهزاده چیزی هستی اینطوری حرف میزنی؟ داداش راستم شاه، منم شاهزاده. اینقدر به اینجا نرسیدیم همه ابزارا پوسیدن. هیچ جوره نمیشه اینجا رو روبراش کرد و یک قرون ازش پول در آورد. آخه ما یه همچین سرمایه‌ای داریم امو؟ اگه داریم خب سری دست به کار بشیم دیگه. بالاخره مال پدر بزرگمون بوده. اما فکر فروختن اینجا حتی منو هم اذیت میکنه. ولی چه میشه کرد؟ نظر پدرت چیه؟ ای بابا امو، هیچی واسه بابا مهم نیست. وقتی مامانم ازش جدا شد کار کاسبی گذاشت کنار، کارخونه رو هم همینطور. خدا شاهده تنها چیزی که برای عارف اغلا باقی مونده همین یه دونه کارخونه است امو. تو این همه سالم من حواسم به اینجا بوده. اما اینجا میمونی دیگه، حداقل تا وقتی که تکلیف ارث و میراث معلوم بشه. نمیدونم کمال، ببینم چی میشه. میگم بیا بریم یه چیزی بخوریم، راحت میشینیم در مورد همه اینا با هم حرف میزنیم. من میخوام یکم بیشتر بمونم کمال. باشه. آه، فهمیدم. یاد خاطراتت افتادی؟ خیلی خب باشه. پس من یکم تنهات میذارم.
تو به چه حقی من مقصر میدونی؟ من این همه سال منتظره یه مرده بودم، کلی عشق براش ریختم، حالا مسئول تمام این اتفاقات منم آصف. من تو زندگیم فقط یه مرد دوست داشتم، اونم 40 سال پیش مرد. نمی‌بینم. این حق باز وقتی دلش بخواد ببین چه جوری میده. امروز با نوین حرف زدم، بعد 40 سال هنوز وقتی به هم نگاه میکنیم دلمون میلرزه. بعد این همه سال احساساتمون همینطوریه. داود، من اینجا رو ترک نمیکنم، دیگه رفتن نداریم، میخوام تو خاک خودم بمیرم در کنار عزیزا. چی کار میکنی آصف؟ تو میخوایی چه غلطی بکنی ها؟ تا دیگه 18 سالت نیست، باید حواست باشه. آصف تصیح تراز دارم. آصف با تو هم حدس بزن چی گفته. پس کجا موندی داداش؟ فکرم نمیاد. خوبه، خوش اومدی. گوشه جمع عجب چیزیه. آها، شازده کوچولو، نوشابه‌های ما چی شدن؟ برو پی کار درست. سر به سرش نزن. حالا منو چی صدا کردی؟ گوشت هم نمیشنوه؟ نگاش کن تو رو خدا، قدش تا کمر من زبون درازی هم میکنه. اگی، اینا با تو چی کار دارن؟ دارن سر تو دعوا میکنن. انتقام شاهزاده. ببینم اینجا جوان نداره. جوان اینجا چه خبره؟ این بچه‌ها بزن ببینم. بیا این ور ببینم. اندازش بیرون. اینجا جای دعوا کردن نیست. برو بیرون. واسه اون چنچو کوچولو. بلم کن. میگم بلم کن. بیا اینجا ببینم. های های. سری سوت چه خونتون؟ مثلا میخوای چه غلطی بکنی؟ بس کن دیگه. فهمیدیم جنگجوی خوبی هستی، حالا آروم باش برو خونتون. چخه ببینم بودو دیگه. جله چشم نیا. خودت جله چشم نیا. یه بار دیگه بیای ساحل خفت میکنم. برو دیگه کار رو باز. تو هم دیگه برو، وقتی رسیدی خونتون رو چشت یخ بذار که کبودیش معلوم نشه. باشه؟ باشه. آفرین بهار، بیا بریم خونه دیگه. آی آصف، اگه هنوزم فکر میکنی 18 سالته، بیا چند تا دور دیگه هم بزنی. ببینم، اونه اگه نیست؟ خیر باشه اگه، این وقت شب اینجا چی کار میکنی؟ اگه؟ چی شده؟ دعوا کردم، مشت خوردم. ای بابا، بذار یکم یخ برات پیدا کنم. خب تعریف کن ببینم چطوری اینجوری شد. یه پسره هست همش مسخرم میکنه. خب اونم جلوی بهار. اینجور چیزا گاهی پیش میاد.
مجبور بشی دعوا کنی. نمیشه ازش فرار کرد. باید جلوشون وایسی. مهم نیست برنده بشی یا ببازی. ناراحت نباش دیگه، کاری که شده. منم یه دونه زدم تو دهنش. جدی؟ یا جوون اینو بذار رو چشمت، خیلی محکم فشارش نده. راستی برای شما چه اتفاقی افتاده؟ عمو داود افتاد تو دریا، من رفتم نجاتش دادم. امشب خیلی پرچونه شدی هسته. پاشو بری. دیگه صبری برام نمونده. به خندیدنم نگاه نکن، از بس زهرماری خوردم اینجوری شدم. کار تموم فاتح. تو دیگه فکر و خیال نکن، باشه از فردا کارخونه مال تو. بس بالاخره تونستی بابات راضی کنی. آره یه مدارکی واسه شروع بکنم که چاره ای جز راضی شدن نداشته باشه. من مطمئنم این کمال دوباره داره یه گندی میزنه. ابراهیم اون پاکت رو بیار، دیگه لازم نیست داداش، داریم میریم. این تو 5 میلیون لیره آخرین قسط پرداختمون. اینم سند مالکیت خدمت شما. جاره ببین سند رو کردن. الان همه رو میندازه تو درد سر. امضاش کن دیگه. همه دست کن دیگه بابا، سرم درد گرفت. فاتح تو چه غلطی کردی لعنتی؟ اینجا نوشته 500 میلیون. من تو اینجا 150 میلیون ازت قرض گرفتم. بی خیال دیگه بابا، تو دیگه کی هستی؟ کمال جون من یه تاجرم، تو بهم قول دادی، منم به دیگران قول دادم، پای هیچ کدوم از قولاتم وای نستادی. این همه وقت کلی ضرر کردم، حالا امضاش کن دیگه بابا. 2 روز دیگه هم قال قضیه رو بکن. نمیخوام از یه روش دیگه استفاده کنم. نگاه به خنده هام نکن، گفتم که به خاطر زهرماریه. بابا بابا چه این وقتش واسه چی داد میزنی ها؟ برو بکن دیگه بچه، اعصاب منو خورد نکن. حالا زود باش، باید حرف بزنیم. این وقت شب چه حرفی بزنیم؟ برو بخواب دیگه، زود باش بینا. در مورد کارخونه باید حرف بزنیم. از میگه کارخونه، از کارخونه خبری نیست. مدارک آماده است. دیگه بسته دیگه، باید کارخونه رو بفروشیم. بخوای کارخونه رو بفروشی؟ زکی فکر کردی کی هستی؟ اگه قرار باشه تصمیم گرفته بشه خودم میگیرم. آره خب راست میگی، مثل تصمیمی که برای عمو آصف گرفتی. مامانم از این چیزا خبر داره ها؟ بزمت جای عوضی، بده منو نامه ها رو. مردک تو تو حال خودت نیستی، میخوای آبروی منو ببری؟ اگه آبروی هم مونده واسه همونو؟ تازه چرا باید به خاطر کارهای تو آبروی من بره ها؟ چطور جرات میکنی با پدرت اینطوری حرف بزنی؟ اینا چی هن بابا؟ اینا چی هن؟ جواب این کارتو چطوری میخوای به عمو آصف بدی؟ بمر صدا تو، دوباره شروع نکن از عمو آصفت بگی ها، بره من ببینم. نه اول کارخونه بعد حرف از نامه ها میزنی. مرتیکه باجگیر، الان نشونت میدم، بده من اون نامه ها رو بده بینم. من پیش پرداخت گرفتم با سندم امضا کردم، نمیذارم سنت بمونم. اگه موقع امضا کردن نظر منو پرسیدی؟ وقتی با اون زنی که قسمت پولا رو خرج میکردی خوب بود ها؟
سلام. سلام. خیلی درد میکنه. اصلا یادم رفته. چرا با هم دعوایی کردی؟ یکی باید یه درسی بهش میداد تا ادب بشه. ولی اگه چه نیازی به این کارا بود؟ من با آلپم حرف زدم. تازه آل تقریبا دو برابر توه. نه جونم، اینطوری هم نیست. من نگرانت بودم. جای نگرانی نیست، من خوبم بهار. راستی چیز اینم برای تو. خیلی قشنگه، خیلی ازت ممنونم. اینا برای تو نوشته شده خیلی وقت پیش، برای همه چیز دیر شده نوید. آره اگه تو چشمم نگاه کنی و بگی برو میرا، میتونی این کارو بکنی؟ بازم میتونی بگی یه نفر رو دوست داشتم که 40 سال پیش مرد؟ تاسو بنداز زود باش دیگه. آخ آخ آخ، این زنه جون به لب شده بنده خدا. آبشی آیسل، خوش اومدی. خوش باشی. من میخواستم برم یکم پول بردارم، اصلا یادم رفت، زود برمیگردم. خوش اومدی. به خاطر اینکه اومدم اینجا خجالت میکشم. ظاهرا تو هم خجالت میکشی. متوجه این منو تو چه وضعیتی قرار دادی؟ خب آره، به عقلت هم نمیرسید بیام اینجا جلوت وایسم، مگه نه؟ به خاطر پسرم تو الان تحمل کردم، ولی از این به بعد تحمل نمی کنم. اگه فکر میکنی کاری که میکنی درسته، به کارت ادامه بده. آیسل، آیسل اینجا ببینم، هفتر کش بیا بشین. دیگه گلولهی برات نمونده نه؟ حالا نوبت باباته که گولش بزنی؟ اون همه داد و بیداد چی بود نصف شبی؟ حالا راضی شدی؟ فکر کردی باباش گرفتن کارت را میفته؟ بابا تو منو درک نمی کنی. میگم تو وضعیت خیلی بدیم. سند رو امضا کردم. دو روز فرصت دارم تا معامله رو تموم کنم، وگرنه اوضاع بد میشه. بی خیالم نمیشن. وقتی که بیچاره، مگه موقع امضا کردن نظر منو پرسیدی؟ بس دیگه، مگه بچه جلوت وایساده؟ مال اموال کارخونه‌ت مال خودت باشه. همشو به خودت ببر تو قبر. بیات. چه حقی سر بابا داد میزنی؟ دیگه حق نداری پاتو بذاری تو خونه من. شنیدی چی گفتم؟ دیگه حق نداری پاتو بذاری تو خونه من. نه مرد روزگارم، اگه یه بار دیگه پامو بذارم تو این بیساب مونده. از کجا میدونستم همش دروغه؟ همه فکر میکردم وقتی برگردی با هم ازدواج میکنی. تو چشم مردم ازدواج نکرده بیوه شده بودم. بله با عزمی ازدواج کردم، ولی تو هیچ وقت برام نمرده بودی آصف. عزیزم چی شده؟ رنگ رو چرا پریده؟ به من دست نزن، باشو برو کمال، دیگه هیچ وقت نمیخوام ببینمت. وای یه دفعه چه اتفاقی افتادم؟
تو متأهلی، زن و بچه داری. من همچین زنی نیستم. تو با غرور برای خودت قدم میزنی. من نمیتونم تو چشم کسی نگاه کنم. ای بابا، حداقل تو این وضعیت تو این کارو نکن دیگه. تو از این قضیه چرا تو به بقیه داری؟ عزیزم، من ما هزار بار در موردش حرف نزدیم. من عاشقتم. دیگه اون روزا گذشت. دیگه مثل قدیما نگو من عشق اولتم. اگه اون زمان بابا تو راضی میکردی و با من ازدواج میکردی، الان زن و بچه‌ات عذاب نمیکشیدن. ما حق نداریم این کارو باهاشون بکنیم. از اینجا برو کمال. دیگه هیچ وقت هم برنگرد. برو کمال. خواهش میکنم برو. برای بچه 7 ماه لباس سرهمی داری؟ بله داریم. محکم تر حول بدیم بچه هم خلاص یکم دیگه یکم دیگه بیشتم خوب ممنون رفاقا عمو آصف ندو بچه بیا اینجا بیا اینجا یکی هست که میخوام باهاش آشنا شی همون قایق عمو آصف آره همون بنفشه معروف تو کارخونه بود دیگه داشت میپوسید گفتم بهتره درستش کنیم مثل سابقش بشه درست سنم رفته بالا ولی الان یه شاگرد یکی میتونه کمکم کنه کی کارو شروع میکنیم باید اول حرف بزنیم نمیشه با عجله کارو شروع کنیم باید فکر کنیم میگم چه رنگیش میکنیم هر رنگی تو بگی کارمون چقدر طول میکشه؟ نمیدونم اگه فشورده کار کنیم 2 هفته ای تمومش میکنیم یعنی 2 هفته دیگه اینجایی؟ اینطوری به نظر میاد بعدش دیگه نمیریم اگه نه بیا شروع کنیم امروز خودتو زیاد خسته نکن وگرنه شب تو سینما خوابت میبره چه سینمایی عمو؟ امشب نمیری سینما از بهار بپرس ببین کاری نداره نمیدونم بیا اینا رو بگیر تا نپرسی که نمیفهمی یالا دختره داره میره برو بهار میخوای امشب بریم سینما یه فیلم جدید اومده آره حتما بریم اما امشب مهمونی ها اشکالی نداره بعد از سینما میاییم بعدم میبینمت میبینمت ماما چقدر خوشگل شدی شما کجا میرین ماما با بابا میخواییم بری نمیدونم ببینم چی میشه خیلی وقت جایی نرفتی شاید امشب بریم بیرون ماما من خوش تیپم چی جورم پسر منی خدافظ ماما خدافظ پخش دوبله فارسی از موبیکس میدیا تیوی فیلمش قشنگ بود نه؟ خیلی قشنگ بود هم احساساتی هم بامزه درست مثل من تو که خیلی بامزه ای بستنی بخوری؟ آره باشه چه طعمی دوست داری؟ توت فرنگی و شکلات دو تا بستنی توت فرنگی و شکلاتی ببینم تا حالا قایقمو دیدی؟ همین الان میخواستم ازت بپرسم قبلا مال عمون بوده یکم قدیمیه اما با هم تعمیرش میکنیم خب میتونه روی آب بمونه؟ آره بابا میمونه فقط یکم کار داره بعدش با هم دیگه میریم میگردیم خب قایق قراره چه رنگی باشه؟ تو چه رنگی دوست داری؟ نمیدونم آبی چطوره؟ باشه پس آبیش میکنیم بسن دفعه بعد تو مهمونم میکنی باشه نوچه جان اشکالی نداره اوهو اسب خیرگی خان خوش اومدین
امشب میخوام یه شب آروم داشته باشم، بعدن یه سر میام. خیلی دوستت دارم. میخواییم تولد دلارا رو جشن بگیریم، تو هم میام؟ آخه من صبح کار دارم. مگه چی میشه؟ یکم میمونیم بعد میایم دیگه. منم نمیخوام زیاد بمونم. تازه میتونیم با هم برقصیم. باشه اگه. آخه من خیلی اهل این چیزا نیستم. اشکالی نداره، بیا همینجا بهت یاد بدم. اول باید دستمو بگیری. پسر خودم. سلام خانم کوچولو. کجا بودین؟ چیز ما رفته بودیم سینما. خوبه خوبه، من مزاحمتون نمیشم، شما هم ادامه بدید. ببین بهتره من برم، بابامو تو این وضعیت تنها نذارم. باشه خودت میدونی. تو برو بگی بخواب. با همه یه کارهای مزخرفی که این سالا کردم، من تو یه بارم برون نیوردی. تو همیشه ازم حمایت کردی، اما من نه شوهر خوبی بودم نه پدر خوبی. ولی چی کار کنم؟ خب منم اینجوری هم دیگه، نمیتونم. این زندگی روی دروغ بنا شد. من بهت خیانت کردم، هر بار پشیمون میشدم، اما دوباره و دوباره و دوباره این کارو میکردم. نمیتونم بگم دیگه این کارو نمیکنم. دیگه نمیخوام با شرمندگی تو صورتت نگاه کنم. نمیخوام یه روز باعث شرمندگی پسرم بشم. اما اگه اینطوری پیش بره بازم پول دستم بیاد واسط میفرستم. مواظب خودت باش، مراقب ایگم باش. من همه چی رو خراب کردم. قسمت؟ قسمت؟ در باز کن. قسمت؟ دختر در باز کن.
ای وای، تفلی پسر اومده اینجا. بیا ببین چرا نصف شب داری داد و بیداد را میندازی آقا کمال؟ مشکلی نیست خاله خدیجه، تو برو تو. گفتم برید خونه دیگه. قسمت کمال چی کار میکنی؟ از اینجا برو، جلوی همه آبرومو بردی. قسمت بیا پایین، باید حرف من اصلا هیچ حرفی با تو ندارم، برو از اینجا. به چی نگاه میکنی؟ برو تو ببینم به چی نگاه میکنید. قسمت اگه در باز نکنید تا خودستو ابجاد میزنم. قسمت قسمت تو میخوای اسم من بیفته سر زبونا؟ چی درست میشه. مامان چه خبر شده؟ پاشو عزیزم، باید بری. هنوز که خیلی زوده. کجا داریم میریم مامان؟ میریم ازمیر، خونه ی مادر بزرگت. چند سال بود بچم دلش تو چرخه میخواست، ولی یه بارم بهم نگفت. انقدر پدر خوبی نبودم که خودم واسش بخرم. کمال تو خسته ای، یکم استراحت کن، من رانندگی میکنم. ازمیر چشم کنم. بیا اگه اگه لطفا. من همه چیزا میدونم مامان، تو و بابام دعوا کردی، تو همیشه گریه میکنی، به خاطر همین داریم میری. اینم میدونم که دیگه بر نمیگردی. من اینجا خوشحالم، همه اینجا، بابام، مامان بزرگ، عمو، دوستان، بهار. ولی همه چی عوض میشه، بازم مثل قدیما میشیم. اگه دلت نخواد برگردی پیش مامان بزرگ میمونی، اونم خوشحال میشه. ناراحت نباش مامان. کمال، آیسل، بی خودی داد نزار. کجا؟ رفتن. کجا رفتن؟ نمیدونم. تو کجا داری میری؟ میرم صابونه بخورم. کاپیتانمون کجا میخواد صابونش رو میل کنه که اینقدر خوش دیب کرده؟ هنوز نرسیدیم؟ رسیدیم کمال، رسیدیم. اینطوری نمیشه کمال، همه چی خیلی واضحه. تو برو به پدر بزرگی خبر بده، من اینجا منتظر میمونم.
خدا لعنتتون کنه. کجا رفتید یه پیرمرد 60 ساله رو تنها گذاشتید آخه؟ ببین چه افتضایی شد. صبح بخیر پدر بزرگ. کجا بودی پسرم؟ همه تون یهایی ناپدید شدی؟ ما یه مدت میریم پیش مامان بزرگم. اومدم تا چرخم رو بردارم. این دیگه از کجا در اومد؟ بابات کجا رفته؟ نمیدونم. از دیشب ندیدمش. او کلم بهش حرف زدیم به غرورش برخورده. تا پولش تموم نشه بر نمیگرده خونه. من تنها اینجا چیکار کنم آخه؟ اگه میخوای با ما بیا، ولی اگه مامان بزرگ بیرونت کنه من دخالت نمیکنم. جدی میگی بیام؟ اگه میتونی در مورد من با مامان بزرگ صحبت کن باشه؟ شاید اینطوری قبول کنه. اگه من دخالت کنم بعدش بین شما دوتا گیر میکنم. بابات خونست بسر جون؟ اصلا نباشین. خیر باشه اول صبحی. مگه این خونه در پیکر نداره؟ شما دیگه کی هستین؟ ما کی کار دارین؟ ما دنبال کمانه. اون اینجا نیست. مشکلتون رو به من بگین. مراد، بدون مجوز اومدی خونه مردم؟ مگه ما بربریم قربونت برم. تو رئیس اینایی؟ از شون کمال چی میخوای؟ سندو. ببینم تو پدرشی؟ اما جون این آقا پسر شما چند ماهه که هی داره بی خودی امروز و فردا میکنه. چندین میلیون هم به هم ضرر زده. بهش یه مهلت نهایی داده بودم که اونم دیروز تموم شد. کار دیگه ای هم ازم بر نمیاد. شما اینجا چی کار میکنید؟ مگه فرار کردم که میایید دمه در خونم؟ چیه کمال جون؟ نکنه دل شیر پیدا کردی؟ عقلت سر جاش اومده اما یکم دیر اومده آقا. بابا چیزی نیست، شما برید تو. حالا تازه فهمیدی نباید قولی بده که نمیتونی بهش وفا کنی؟ آره؟ داداش خانواده ما چرا اذیت میکنین؟ اینجا خونه است. بیا بریم بیرون با هم دیگه حرف میزنیم دیگه. داریم حرف میزنیم دیگه. قراره کلی هم حرف بزنیم. ببریدش. روز خوش زنده داشت. بله. اسمی چه خبر شده؟ این تماس واسه چیه؟ باشه باشه صبر کن. آصف عزمی کارت داره. من عزمی. مطمئنی؟ کیا بردنش؟ الان میام. چی شده آسف؟ بس میگم. شماره تلفن نجمی رو داری؟ آره دارم. زود باش دیگه داداش، یه ساعت علافی ما. باشه داداش، داریم کار میکنیم دیگه. چند بار به داداش نجمی گفتم این قرازه رو ول کن بابا. اعصاب منو خراب نکن، آجا چار داره بده. خب الان قراره چی کار کنی؟ هیچی. تا وقتی که بچه‌هاتون با سند بیان دفتر خونه، جناب علی مهمون مایی. ببخشید. می‌خواستم بدونم تو ماشینتون آچار 14 دارید یا نه؟ 14 رو نمیدونم، اما اگه 15 لازم داری بگی. این آشغال از سر را بردار. زود باش. باشه داداش، نگران نباش، چرا به خودت میگیری؟ اینجا چه خبره؟ فاتح جون، ببینم تو توالا کتک شهرستانی خوردی؟ منو ببین، بهتر مراقب رفتارت باشه، اینا رحم و مروت سرشون نمیشه. مراد، ابراهیم اون اصناه رو بذار زمین. نجمی چی کار میکنی؟ مگه اینجا سر گردن هست؟ راهزنی چی هستید؟ آدم ربایی میکنید؟ لگنتون رو بردارید، میخوایم بریم. ببین منو، همینجا هم خودتو هم اون سگاتو میکشم، هیچ کیم خبردار نمیشه. راهزن واقعی شمایید. من با این آقا توافق کردم، قرار بود کارخونه رو بفروشه به من. ببینم تو احمد چیزی هستی؟ اعصاب منو خرد نکن. تو نمیدونی این کارخونه مال منه احمق؟ پس بیا اینو ببین، یه سند به ارزش 500 میلیون لیر میتونی پرداختش کنی؟ بذار کمال عزیزتون تو زندون بپوسه تا عقلش سر جاش بیاد. عباس دیگه تهدید میکنه. کمال چقدر بهت بده کاره؟ 500 میلیون لیر. عقفته، مجبورم نکن بیام اونجا. ببین داداش، مثل آدم حرف بزن.
کلاه بردار نیستیم. بده ایمون هر چقدر باشه میدی. 150 میلیون پولتو میگیری. حالا بزن به چاک. آدماتم بردار برو. دیگه هم پاتو نمیذاری اینجا. فهمیدی؟ فهمیدی؟ باشه داداش. حاله. جمال. جمال. ممنونم امو جون. راستی عجب چکی زدی به ایشا. کیف کردم. جمال داشتی شلوارتو خیسی کردی. نه خب برسیم خونه. میفهمی چکی یعنی چی؟ بابا ما رو با اینا تنها نذارید. ای بی ارزایی مافنگی. الان به حسابتون میرسم. آشکالا. ای مردان شجاع و جنگجوی روستا، از همه شما تشکر و قدردانی میکنم. یا تو بی خاصیت. آقیم آقیم از خواهیم برد شدیم شیر پسر بابا پسر خودمی. بیا اینجا ببین بابا بزرگت بسید چی فرستاده. بیا نگاه کن اینجا رو ببین. دیدی بابا بزرگ بسید چی فرستاده؟ آی سل بگی دخترم. ممنون ماما. چیزی نیست. کمال. بله ماما. چه خبره پسرم؟ این کار برزنده توه؟ میخوای این بابات بشی؟ بلایی که اون سالها سر من آورد و میخوای سر آیسل بیاری؟ زن و بچت گناه ندارن؟ کمال دیگه اذیتشون نمی کنی. به خدا قسم شیرم و حلالت نمی کنم. اما اینجایی داشتم دنبالت می گشتم. بیا کمال بشین. منم می خواستم با اون حرف بزنم. آره قبل از رفتن با بشینیم با هم حرف بزنیم. من از این بعد اینجا هستم. میخوام بقیه عمرم رو تو شهر خودم بگذرونم. وای همون این خبر خیلی خوبیه. آصف تو هدفت چیه؟ اگه نمیخوای کارخونه رو بفروشی بذار دوباره راه بندازیمش باشه؟ دیگه؟ دیگه چی؟ دیگه تو برنامه چه چیزایی هست؟ هر چیزی میخوای بدونی روک و پوسیانده بپرس. حالا چرا عصبانی میشی؟ میخواستی صحبت کنی؟ چه هدفی میخوام داشته باشم؟ میخوام جایی که به دنیا اومدم بمیرم. من طرفدار فروش کارخونه. برامون درد سر شده. با این سنم دیگه نمیتونم با این چیزا سر کله بزنم. امروز صبح میخواستی بری ازمیر؟ آیسل هممون همچین تجربیاتی داشتیم. نمیتونم بگم طوری رفتار کنه انگار چیزی نشده، اما یکم صبور باش دخترم. مامان تو چقدر صبوری کردی؟ مامان کمک لازم نیست؟ پسرم اینو ببر سر میز. بگو غذا آماده است باشه؟ تو الان همه چیزو به خاطر اون تحمل کردم. اما این آخرین باره. پسری به سن و ساله اگه نباید این چیزا رو تجربه کنه، نباید ببینه پدرش تو چه وضعیتی گیر کرده. عزیزم میگذر. همه چیز درست میشه. خدا رو شکر کمالم برگشت. خدا رو شکر. بیا عزیزم خودتو جمع جور کن. زود باش بیدیم عزیزم. امشب من شما سرو میکنم. باش خبرو بده با.
دلمه بادم جون، غذای مورد علاقم، عاشقشم. ممنونم دخترم. من درست نکردم، دست مامانم درد نکنه، کار اونه. خیلی دارم برای یه شب خانوادگی تنگ شده بود. عزمی بشقاب تو بیار. من نمیخورم، اشتها ندارم. تاکه میشه؟ نوین غذا رو پخته، مگه میشه نخوریه؟ هر کی پخته خودشم بخوره، من نمیخوام سهم کسی رو بخورم. عزمی امشب نمیتونی حالمونو بگیری. بله حالمون گرفته نمیشه، تازه جشنم میخوایم بگیریم. جشن برای چی؟ اما اون تصمیم گرفته پیش ما بمونه، واسه همین جشن میگیریم. زنده باد. معلومه که زنده باد. اون آصف شر و شور که پدر بزرگم ازش حرف میزد دوباره برگشته، مگه نه؟ آصف این کارو خوب بلده، حرفای قشنگ، ارتباط با آدم ها، اصلا عاشق این کاراست. مامان بزرگ چرا نیومدی بنفشه رو ببینی؟ میام پسرم، تو یکم کاراتو رو برا کن، من اولین نفر سوار میشم، به کسی دیگه قول ندی. ها چیزه، من قولشو به یکی دادم. به کی قول دادی؟ حالا هرکی که از چه اهمیتی داره، مشخصه که آدم مهمیه دیگه، مگه نه؟ آره بابا، تو کار بچم دخالت نکنی. راستش میخوام به تو معرفیش کنم، منتظر یه فرصت خوبه. ببین چه خوب شد دوره هم جمع شدیم، حتما باید یه اتفاقی بیفته که بیای اینجا. چند سال من دارم التماس میکنم، بس نیست دیگه. التماس تو هیچ تأثیری رو من نداره عزمی، دلم خواست اومدم، مگه نیگه؟ معلومه دلت چی میخواد، دلمه بادم جون از اونجور چیزا، کاپیتانم که خیلی دوست داره. بی خیال دیگه بابا. بگه برو نمک بیار پسرم، زود باش. باشه مامان. معلومه به خاطر کی اومدی اینجا، جلوی بچه ها دهن منو باز نکن. اوقات تلخی نکن عزمی. انگار من سر این میز زیادی هم، من میرم که اوقاتتون تلخ نشه. بابا لطفا بشین. بابا تو دخالت نکن، مگر نمیخواستی مثل قدیم باشیم عزمی؟ ببین همه سر میز خوشحال و شاد نشستن، بگیر بشین سر جات. بعد اخلاق دیگه، ولش کنید. حالت خوبه روی؟ خوبم آصف، خوبم، فقط اعصابم خورده تو این سن و سال جلوی پسرم و نوام. خودتو ناراحت نکن عزمیه دیگه. آصف امشب اینجا بمون، تا صبح همینجوری بشینیم. قدیما تو ساحل ستاره ها رو تماشا میکردیم، بیا امشب بازم ستاره ها رو تماشا کنیم. کیه؟ مجبور بودی حالمونو بگیری؟ آره خانوادگی نشسته بودیم سر سفره دیگه. نه ماما، نه استهل، اصلا خوشحال نبودم، اجاره هم که با عجله فرستادیم اشتف. ما حق نداریم دو دقیقه خوشحال باشیم آخه بابا. آسه قصه تعریف نکن واسه ما. مادرت کو، هنوز اونجاست؟ خدا لعنت کنه رفت دیگه. مرده که بی غیرت نصف شوی، چرا مادرتو نرسوندی؟ قاطی نکن، عمو بردش. منظورتون آصفه؟ آخرش با این کاراتون دست من به خون آلوده میشه. صبح بخیر. صبح بخیر. خدا لعنتت کنه، ببین منو به چه وضعی انداختی. صبح بخیر استا، خسته نباشی. صبح بخیر داداش راستن، دیروز نتونستم بیام، خیلی که خسته نشدی. نه مشکلی نیست، خودم حلش کردم. ببینم پسر، اون دوستت
اسمش چی بود؟ کی؟ بهار؟ آه، بهار. دیروز اومد سراغ تو ازم گرفت. چی گفت؟ پرسید چرا نیومدی؟ نگرانت شده بود. جدی دیگه چی گفت؟ بهم گفت داداش راستم، من اگر رو دوست دارم. یعنی اونم منو دوست داره؟ بیخیال داداش راستم. چیه؟ تو هم مثل اینکه دیوونه شدی. آره؟ خب یعنی چی؟ یعنی همین که گفتم. بجام دیگه، همه جا رو کثافت برداشته. انقدر معطل نکن. اگه قهرمان داره میاد. پسر اگه خلاص چه؟ اینه مجید. ای واسه چی نشستی بازی میکنی؟ براش یه نوشیدنی برام بیار. خیر باشه داداش عزمی، باز از جنه اذیتت کردن؟ چی شده عزمی؟ اینقدر برای اون مرحوم ناراحتی نکن، این تقدیر الهیه، خودت که میدونی. آصف بیا اینجا، باید با هم حرف بزنیم. این کار گندش در اومده، دیگه نمیخوام نوینو ببینی. چه غلط ها؟ همین که گفتم. نمیخوام تو این سن و سال مسخره دست مردم باشم، دیگه نباید همو ببینی. تو نمیتونی همچین تصمیمی بگیری. گوش کن عزمی خان، از روزی که برگشتم هیچی نگفتم. دروغایی که گفتی، کلکایی که زدی، یکی یکی رو شدن. از این به بعد حرف نمیذاری، باید ساکت بشی. این ماجرا اینجا تموم نمیشه آصف. حواستون به بازیتون باشه. چه خبر شریک؟ در غیاب من حسابی زحمت کشیدی. فقط تونستم سنباده بزنم، ولی خوب شده مگه نه؟ آره خیلی خوب شده. دیروز نشست حرف بزنی. فیلم چطور بود؟ فیلمو نمیدونم، ولی بهار خیلی قشنگ بود. ای داخلا یه نوام مونده بود، مخه اونم زدی؟ بهت نشون میدم آصف خان. پخش دوبله فارسی از موبیکس میدیا تیوی. ببین تو نیومدی پیش من، ولی من اومدم پیشت. سه تا لیمونات بیار. همین الان. خسته نباشی. خوش اومدی. خوش باشی. میخواستم غافلگیرت کنم مامان بزرگ. این بنفشه چطوره؟ خیلی قشنگ. قشنگترم میشه. وقتی عموم آوردش خیلی اوضاعش بد بود، پوسیده بود، اما با هم تعمیرش کردیم. قرار رنگ آبی بزنیم بهش و براش موتورم بخریم. اگه میای شنا کنی؟ باشه الان میام. بهاره؟ وای خیلی خوشگله. برو منتظرش نزن. اول تو بپر. بپر تو آب. خیر باشه بابا، این وقت روز داری چیزی رو جشن میگیری؟ دارم مرگم رو جشن میگیرم. تو هم نوشیدنی بخور، بعدم ساز بزنین و خوش باشین. وای خدای من. بابام دوباره چش شده؟ نمیدونم، همش میگه اینا میخوان دست به یکی کنن منو بکشن.
تازگی اخلاقش خیلی گند شده، هر روزم بدتر میشه. بیا این مالت شده. خیلی قشنگه. آبی دوست داری؟ دوست دارم. امشب تو ساحل یه مهمونی هست، تو هم میای؟ من همینجا، باید رو قایق کار کنم. تا چند روز دیگه تموم میشه؟ فکر نکنم. چطور؟ همینطوری. بهار چیزه؟ اگه باید یه چیزی بهت بگم. بهار نگاه کن. چقدر قشنگه. سلام بابا. شیر پسر. خوش اومدی. خوبی بابا بزرگ؟ بد نیستم ایگه جو. مامان، میدونی مامان بزرگ اومد بنفشه رو ببینه؟ واقعا؟ تعمیرات که تموم بشه میاد سوارش بشه. خوبه. اوه سبحان الله. آصف کجاست؟ رفت پیش مامان بزرگ، میخواستن ماهی بپزن. بابا بس کن دیگه، از صبح تا یه بشکه خوردی، بست نی؟ مامان، دوستان میخوان تو ساحل داره هم جمع بشن، منم میتونم برم؟ پسرم اول یه لقمه بخور. خیلی خوب برو. من اون موقع تو استانبول بودم، تو تیم بسکتبال، چند تا دوست پیدا کرده بودم، خیلی باحال بودم، بهم خوش میگذشت. اگه چرا تنها نشستی؟ بیا پیش ما. برای چی میام؟ بدون من بیشتر بهتون خوش میگذره. امشب رفتارت خیلی عجیب و غریبه. نه این چه حرفیه، من همیشه همینطوریم. باشه اگه، خودت میدونی. بها میشه یکم هم حرف بزنی؟ باشه، در مورد چی؟ چیزه بهار، تو خیلی قشنگی. چی میخوای بگی؟ زودتر بگو. داری گریه میکنی؟ نه. اگه باید یه چیزی بهت بگم، یعنی امروز میخواستم بهت بگم بابام انتقالی گرفته، باید بریم استانبول. خواستم امتحانش کنم. خیلی بهت میاد.
خودتون خواستین. فقط دختره رو نگاه کرده، از فیلم چیزی نفهمیده. چی کار کنه بعد جوری دلشو برده؟ اولین عشق پسرمه. نبین آصف، این درو باز کنین. آصف بازش نکن. اگه میخواییم پشت درهای بسته پنهانی زندگی کنی، باز کنین دیگه. چی کار میکنی؟ این رسوایی یعنی چی؟ تو اینجا چی کار میکنی؟ در از تو اینجا چی کار میکنی؟ برو بیرون ببینم. من هیچ جا نمیرم. باید حساب پس بدین. کسی که باید حساب پس بده اون توی. من حاضرم حساب همه چیزو پس بدم. آره، من نامه ها رو مخفی کردم. هر کدومو بارها خوندم، ولی هیچ وقت پشیمون نشدم. مرگ آصفم از خودم در آوردم. وقتی اسیر شده بود به پدر مادرم دروغ گفتم. 40 سال با این دروغا زندگی کردم، اما از هیچ کدومشون پشیمون نیستم. چون دوست داشتم همه ی این کارا رو کردم. عاشقت بودم و هستم. این چجور عشقی هزمی؟ تو زندگیشو نابود کردی، بهش دروغ گفتی، حتی برادرت هم به دروغ کشتی. تو چه فرقی با یه قاتل داری؟ روی ترسویی همه ی عمرت فرار کردی، الان عقلت اومده سر جاش؟ جلو جلو ما نگرفتی یا برای نوین نجنگیدی؟ وقتی برگشتم پای یه بچه وسط بود چی کار میکردم؟ زندگی اونم نابود میکردم؟ چرت و پرت نگو آصف. بعد از این همه سال میخوای از همون جایی که بودی ادامه بدی؟ تازه میخوای واسه پسرم پدری کنی یا واسه نوام پدر بزرگ بشی؟ این راحتی ها نیست آصف خان. کاری که تو نتونستی بکنی و من انجام میدم عصمی. به اصلاف زیه نگاه بنداز. پسرت، عروسس، نوات، همشون یه چیز از عصمی خان. محبت. تو الان متخصص محبتی، فقط بلدی حرفای قشنگ بزنی. حالا برای این که نتونستم مثل تو چرب زبونی کنم و مردم رو گول بزنم داری منو نصیحت میکنی؟ بسه. 40 سال از من دزدیدی، میگی دوستم داری. مگه تو نبودی اولین فرصتی که دستت اومد به هم خیانت کردی؟ چی میشه برای اولین بار تو زندگیت رو راست باشی؟ منو، کمالو، همه رو ناراحت کردی. هنوز پشیمون نیستی؟ برو عزمی، تو رو خدا برو عزمی. آزی بباد من اینجا به بودنم آتاس میکنی. من به هیچ عادت نمی کنم، خودمو می کشم. عادش خوب و خوش به زندگیتون ادامه بدین. اونو بذار کنار، مسار بازی دان نیار. اون اسباب بازی نیست. قهرمان ما توی، کاپیتانمون توی، بس اسباب بازی نیست. منم نمی خوام بازی کنم. حق نداری این بلا ها رو سر ما بیاری. دایه تو همیشه بالای سرمون بود. اون هیچ وقت منو دوست نداشت. من سالها با یه روح زندگی کردم. حالا نوبت شماست این کارو بکنید. دکتر! چیزی لازم نداری بابا. من میرم بیرون، یه کاری داشتی بگو. پسرم حال بابا بزرگت خوبه؟ فقط یه زخم کوچیکه. بودو رو پیش مامان بزرگه، بعدم میای پیشش. بودو برای چی آوردیش؟ چی کار میکردم؟ ولکن نبود تا صبح نخوابی. خیلی خوب، بیبریم. بیا بیا بریم. چطوری به این وضع افتادیم آخه؟ عزیزا بیا بریم خونه ما. ولی ما که تازه اومدیم. برو پسرم، برو پیش مامان بزرگت. شب میام دنبالت، برات میگردونم. بودو بابا جان، بازم میای اینجا. آقا آصف میخوان شما رو ببینن.
بریم عزیزم. منو ببخش آصف، منو ببخش داداش. بهار داره میره مامان بزرگ. همه میرن عزیزم. حالا من چیکار کنم مامان بزرگ؟ خیلی ناراحتم. یعنی همیشه همینقدر ناراحت میمونم. انگار نمیخواد بگذره. میگذره عزیزم، میگذره. میدونی اگه خیلی چیزا هست که تا حالا بهت نگفتم. میدونی سخت‌ترین کار دنیا چیه؟ اینکه آدم یه زندگی ناخواسته و غمگین رو ادامه بده. مثل مامانم. تو هم احساس بدبختی میکنی مامان بزرگ؟ شده هم و بابا بزرگ طوریش شده؟ چیزی نیست پسرم، بابا بزرگت خوبه. میریم خونه؟ نه اگه اومدم باز خدافزی کنم، دارم بر میگردم. واسه چی؟ مگه نگفتی نمیری همینجا میمونی؟ قرار بود بنفشه رو تموم کنیم. باور کن اگه میتونستم بمونم همین کارو میکردم، ولی نمیتونم. خودت بنفشه رو تموم میکنی، اون قایق مال تو. بعد که تمام شد بهار سوار میکنی. بهارم داره میره و همه دارن میره، من اینجا تنها میمونم. نباید تسلیم بشی شریک. هر اتفاقی هم که میفته میری دنبال رویات. چجوری پیداش کنم؟ خیلی دوستش داری؟ خیلی. هیچ وقت نمیتونی فراموشش کنی، درسته؟ نمیتونم. پس نباید بی خیالش بشی، اگر نه بهار ضربان قلبت نبودش رو احساس میکنی. اون وقت خیلی اذیت میشم؟ خیلی. اگه بی خیالشی خیلی اذیت میشی. مراقب مادر بزرگت باش. هیچ وقت تنهاش نذار باشه. نگران نباش شریک. کاش میتونستم باهات بیام. کاش میتونستم بهت بگم بمون. برام نامه بنویس باشه.
همه چیز خیلی سریع اتفاق افتاد. عموم همونطور که اومد همونطوری بی صدا رفت. میدونستم دیگه نمیتونم ببینمش. حتی نتونستم با بهار خدافظی کنم. دوست عزیزم رو از دست داده بودم. هر چیزی که منو یاد اون مینداخت عذابم میداد. چند روز از خونه بیرون نرفتم. تمایلی به انجام کاری نداشتم. نامه بهار و عواصم. بابا بزرگم انگار با همه چیز قهر کرده بود. بالاخره کارخونه فروخته شد. پدرم خیلی پولدار شد. اما مادرم خیلی ناراحت بود. اونم دیگه نتونست تحمل کنه. بعدش ما هم از روستا رفتیم. سخت در این کار ترک کردن مادر بزرگم. تنهای تنها مونده بودم. من حدس میزنم بزرگ شدن یه همچین چیزیه. حس میکردم اوضاع داره تغییر میکنه. پخش و پلا شدیم. دیگه قرار نبود با هم سر یه میز بشینیم. دیگه صدای خندمون توی حیاط نمی پیچید. من هیچ وقت اتفاقات اون تابستون رو فراموش نکردم. همیشه خاطرات کودکیمو با لبخند به یاد میارم. این خونه و حیاط پشتیش که پر از زندگی بود. بستنی مورد علاقه‌ام که همیشه توت فرنگی و شکلات بود. همیشه از کمدی‌های رمانتیک لذت بردم. وقتی که بهار کنارم بود، هیچ وقت نتونستم یه فیلمو کامل تماشا کنم.